بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو ببینم این هفته چه تقدیر برای من رقم زده ای. سلام و شب بخیری خدمت تمامی شما عزیزان و خوبان بیننده. خوش آمدید به برنامه آیین زندگی. بنده معروف مبتهل هستم با جناب استاد محمد ابراهیم یوسفی از طریق این برنامه. امشب مهمان خانه شما عزیزان هستیم. موضوع امشب ما در رابطه با خیراندیشی هست و انشاءالله موضوعات قابل بحث گرفتیم و با شما عزیزان بحث خواهیم نمود. در آغاز برنامه جناب استاد را خوش آمدید میگم. در برنامه امشب ما جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. تشکر. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان محترم و عزیز تلویزیون اصلاح و همچنان بینندگان محترم ویژه برنامه آیین زندگی. امیدوارم که در هر جا هستن خوب و خوش باشن و امیدوارم که این شب‌های سرد زمستان را در پلوی خانواده‌های خود گرم باشن، با گرمی سپری کنن. تشکر جناب استاد، خیلی خوش آمدیم در برنامه. بله عزیزان، موضوعی که امشب انتخاب نمودیم موضوعی بس عظیم است. موضوعی است که میتونیم با همکاری همدیگر و با نصیحت کردن همدیگر خدا به قله‌های فتح و پیروزی ایمانی برسانیم. در این برنامه در قسمت تعریف نصیحت همچنان جایگاه نصیحت و در پهلوی اینها نقش و چگونگی نصیحت را انشاءالله دنبال میکنیم. از یاد نبریم خط ارتباطی ما هم فعال است و به شماره تماس 0725-1968 شما میتونید تماس بگیریم و سوالات شنایی که داریم با ما در میان بگذاریم. فرق نمیکنه که این سوالات شما راجع به موضوع امشبمون یعنی نصیحت و خیراندیشی باشه و یا هم بیرون از موضوع امشبمون. با شما میریم و موضوع امشب را انشاءالله آغاز میکنیم. مارتن ها نگذاریم و بیننده برنامه آیین زندگی باشید. جناب استاد، در آغاز برنامه با شما میپردازیم راجع به خود تعریف نصیحت. خیلی کوتاه میشنیم تعریف نصیحت چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خود کلمه نصیحت و نصیحت کردن به معنای خیرخواهی، خالص شدن، آنچه را که برای خود خواستن برای دیگران خواستن و آنچه را که برای خود نپسندیدن برای دیگران نپسندیدن، این میتونیم بگیم که انمو واژه نصیحته. یعنی به معنا که وقتی یک کس یا یک کس دیگر نصیحت میکنه، حتما میخواد که او بدیهایی که در او میبینه یا مشکلاتی که در او میبینه میخواد که این بدیها و مشکلات از او دور بشه و آنچه که خوب میبینه و لازم میبینه و به صلاح میبینه او توصیه میکنه که خود را آراسته به خوبیها و نیکیها بکنه. در حقیقت خود کلمه مبارک نصیحت میتونیم بگیم انمی معنا و مفهوم را به طور کلی داره. تشکر جناب استاد، تماس وصل میکنم. سلام بر شما بیننده گرامی. تشکر از شما برادر عزیز ما، معرفی داشته باشیم. از کجا با تماس شدیم؟ عبدالقیوم جان، یک موقعیت نکتری داشته باشیم. عبدالقیوم جان، صدای شما ما متاسفانه درست نداریم. یک اندازه رعایت موقعیت خود داشته باشیم تا اینکه صدای شما رو ما بگیریم. میشنویم، بفرمایید. من در واقع خودم گوه از کسی به مولوی شد محترم گفتیم گفتم باید بگم به طرف کمی عقیت رو بخون یا شاگرد نوزه یا شاگرد دفون مثلا روی نمیشه به طرف که گیشه میشه. یک کم بلندتر صحبت کنیم. در قسمت حق خوردن سوال شما در این قسمت درسته؟ بله یا بودم در واقع خودم گوه از کسی جنگ دارم شما گفتیم شما گفتیم بعد این عقیت طرف که میشه باید بگید دیگی این قدر بخونم میبخشی یا از اطرم بودم درسته. چیگونی حق طلبی سوال شما رو ما گرفتیم. تشکر عبدالقیوم جان، سوال شما رو گرفتم. ممنون از شما، شب شما بخیر، خدا نگهدارتون. بله بیننده ما بودن در قسمت چگونگی حق طلبی سوال داشتن که ما چگونه حق و طلبی. انشاءالله جناب استاد پاسخ میدم. بیننده عزیز، چند سوال در اول خواهیم گرفت و موضوع برنامه رو هم کوشش میکنیم به اتمام برسانیم. جناب استاد، جایگاه نصیحت چی جایگاهی داره در بین امور دینی و در بین اعتقادات دینی و مذهبی ما؟ اگر خواسته باشیم جایگاه نصیحت را دیدگاه دین مبین اسلام برجسته بسازیم، همین حدیث پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله کافیه. الدین و النصیحه، دین نصیحت کردن است. قل لمن قال لله و لرسوله و لکتابه و لائمه المسلمین و عامته ما كما قال صلی الله علیه و سلم. پیامبر بزرگوار اسلام دین را خلاصه کردن و نصیحت کردن، یعنی دین معنا و مفهومش به معنای خیرخواهیه، به معنای نصیحت کردنه. و در سوره مبارکه اعراف آیه مبارکه آیه 68 سوره مبارکه اعراف داریم که خدای تبارک و تعالی از زبان حضرت هود علیه السلام آنگاه که پیام خود را عرض میکنه برای
مخاطبین خود نقطه ای که میگه اینه که ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین، من از جانب خدا مأمور شدم تا رسائل الهی بر شما ابلاغ بکنم و در ابلاغ وحی خود من ناصح و امینم، هم نصیحت میکنم و هم در نصیحت کردن خود امانت و امانت دارید رعایت میکنم. پس در این حدیث پیامبر وقتی ببینیم کل دین مختصر شد جناب استاد به نصیحت. بله بله. این اهمیت نصیحت چقدر میتونه در جامعه امروزی ما باشه، به اینکه ما اگر نصیحت رو داشته باشیم چه تغییراتی در زندگی ما میایه؟ دقیقا وقتی پیام حدیث پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم رو میبینیم، ما به توجه به پیام داشته باشیم، ببینیم پیامبر بزرگوار اسلام به گونه بسیار کامل آمدن معرفی کردن، لله ولی کتابه ولی رسوله ولی ائمه المسلمین و عامته، همینه نصیحت برای خیرخواهی است، نصیحت و خیرخواهی برای خداست، برای خدا یعنی چی؟ یعنی برای الله خالص شدن، عبادت را برای خدای تبارک و تعالی صرف انجام دادن، بس خاص بنده او شدن، بنده او شدن، برای کتاب خدای تبارک و تعالی خالص شدن یعنی چی؟ یعنی بمعنا که این کتاب را تنها با بوس کردن اکتفا نکنیم، سرس سی شد تنها به این که در خانه خود خود بگذاریم که چون مایه برکت اکتفا نکنیم، بلکه برای فهم از این کتاب، برای تطبیق عملی از این کتاب قدم برداریم و گام های برداریم و خیرخواهی برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه معنا؟ به این معنا که درست پیامبر نیست ولی امروز تعالیم پیامبر هست، افکار و اندیشه های پیامبر هست، سنت های پیامبر علیه الصلاه و السلام هست، بیاییم پیامبر را در زندگی خود الگو قرار بدیم و برای پیاده کردن سنت های پیامبر علیه الصلاه و السلام تلاش بکنیم، کوشش بکنیم، قدم برداریم آنطوری که میتونیم و برای نشر و پخش دین پیامبر علیه الصلاه و السلام به او اندازه‌ای که توانایی داریم، با قلم خود، با درم خود خدمت شما برز برسونم، با فکر و با اندیشه خود خوب به هر اندازه‌ای که ما امکانات در اختیار ما هست تلاش بکنیم و نصیحت برای ائمه مسلمان ها. وقتی ائمه مسلمان ها میگیم یعنی مسئولین امر، کسی که به عنوان مثال قمندان امنیه شهر است، والی این شهر است، شاروال این شهر است، خدمت شما ارباب یک قریه است، وکیل یک گذر است، یعنی ما بیایم با اونها چیکار بکنیم؟ همکاری بکنیم. همکاری ما چیه؟ همکاری ما اینه که وقتی میبینیم یک مشکل در جای هست اونها رو متوجه مشکلاتشان بسازیم، متوجه کمکاری هایشان بسازیم و بنابراین این در حقیقت انمو نصیحت و خیرخواهی برای ائمه مسلمان ها میباشه و به این ترتیب خیرخواهی و نصیحت برای عامه مسلمان ها، یک مسلمان باید برای مسلمان دیگر نصیحت بکنه. سوره مبارکه عصر ما داریم، خدای تبارک و تعالی در کوتاه‌ترین سوره پر محتواترین پیام ها رو برای ما و شما بیان میکنه، ول عصر ان الانسان لفی خسر، بعد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خدای تبارک و تعالی میفرماید که مجموع انسان ها در خسر و در زیانن مگر انسان هایی که دارای استفاد باشن، به خدا ایمان داشته باشن، این ایمان خود رو با اعمال و کردار صالح و خوب و نیک بسیار چکار بکنن؟ ترجمه بکنن و به این ترتیب همدیگر رو نصیحت بکنن، همدیگر رو توصیه بکنن، همدیگر رو به کارهای خیر تشویق بکنن و همدیگر رو به صبر و ثبات و استقامت در راه دین خدای تبارک و تعالی توصیه بکنن. ده. پس بنابراین میتونیم بگیم که نصیحت کردن و خیر اندیشی نسبت به دیگرا میتونیم بگیم بزرگترین پیام دین خدای تبارک و تعالی، اصلا دین به خاطر خیر انسان ها از جانب خدای تبارک و تعالی نازل شده. بله تماس رو بس میکنم. سلام بر شما بیننده گرامی. بله سلام علیکم، خوب هستید؟ تشکر از شما، سلامت باشین، زنده باشین. بفرمایید سوالی داریم میشنیم از شما خانم گرامی. سوال داشتم، من یک سوال که بعضی میگن که خان خور از آب زمزم بشه سواد داره، ایراسته یا نیست؟ یکی دیگه هم همیشه بعضی وقتا که با گوشی گپ میزنیم یکی از فامیلها همیشه میگه سلام برسون یا با فلانی سلام بگو، اگر ما نتونیم اون سلام برسونیم به گردن ما دینی میمونه یا نه؟ درسته سعید، هر دو سوال شما گرفتیم، تشکر از شما، ممنون از شما، شب شما بخیر. بخیر باشیم، خدا نگهدارتون. بله جناب استاد با شما میریم سر چگونگی نصیحت، اینکه نصیحت را چگونه انجام بدیم. نکته بسیار جالب اشاره کردیم به او، واقعیت هم امروز ما یکی از دغدغه‌هایی که در جامعه خود داریم و نکته ای که میشه بگیم متوجه کل مسلحین و دعوتگرا و خطبا و علمای ما میشه و کسانی که در حقیقت در رأس امر قرار دارن یک مسئولیت به عهده‌شان میباشه، این بسیار مهمه که ما باید شیوه های نصیحت کردن رو یاد بگیریم. شیوه های نصیحت کردن از کجا؟ ما قرآن کریم داریم، سنت پیامبر علیه الصلاه و السلام داریم، اقوال سلف داریم و
آثار بسیار ماندگار و زیبای از علما و دعوتبران و مصلحین داریم که هر یک از اینها میتونه برای ما کمک بکنه که ما همون شیوه نصیحت کردن رو یاد بگیریم. باید کوشش بکنیم که در نصیحت کردن اول هدف ما و نیت ما همین باشه که اون کسی که گمان میکنیم راهش درست نیست، گمان میکنیم که مشکل داره، گمان میکنیم که بالاخره انحراف در اخلاق و در عقیده خود داره، بنابراین هدف ما همین باشه که اون نفر ما از راه منحرف برگردانیم به صراط المستقیم. هدف ما معین باشه یعنی ما میخوایم چیکار بکنیم درست و بعد در نصیحت کردن کوشش بکنیم که امو بهترین زمان و بهترین مکان در نظر بگیریم، بهترین حالت یعنی مناسب ترین حالتی که وقتی ما میخوایم طرف را نصیحت بکنیم به گونه‌ای باشه که یک زمان مناسبی باشه، اون نفر خسته نباشه، در یک شرایط خوب باشه، در یک مکان خوبی باشه، یعنی به معنی که اگر قرار باشه که ما در جمع بیایم نصیحت بکنیم نفر را، احتمال داره که نصیحت کردن ما خیلی برش مؤثر نباشه، واقع نشه و نفر بیشتر امکان از این داشته باشه که منحرف بشه، منحرف بشه و خدای نکرد امکان از این میره که در مقابل ما استادگی بکنه. قبل از اینکه برین جناب استاد سراغ نکته بعدی تماس بگیرید، سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. معرفی داشته باشیم از کجا تماس میگیرید و سوال شما چیست؟ شما خوبید؟ تشکر از شما، بفرمایید میشنویم سوال شما. برادر من حق خود یعنی دین خدا را خیلی دوست دارم، خیلی این حق خود همین که وقت خدا را یاد می کنم، رام می رو خدا را یاد می کنم، بعد را خیلی دعا می کنم کنم، این مدام هم بکر زندگی من خیلی مشکل می آید، خود وقت خود بدون فقیر از مدر موندم، با کلو شدم با به دست یک زاقی می کنم، بازتون وقت خدا کنه که بین وقت اولادان و چی شیخ خوبه ای بیایی روز بروزن که شکست ولی من مچنین نم فهمت باز کنم. درسته، انشالله جناب استاد برای شما راهنمایی خواهند نمود. بعد که می قرآن بنید، فهم قرآن شریف بز و شیخ خیلی بینو که یا یک خیلی دیدو که فهم قرآن شریف شروع شده من امی که پریده میرم به صحیح، تشکر خواهر گرامی، انشالله جناب استاد نصاحی خدمت شما خواهند داشت. دعا کنیم مشکل داره به خاطر این مراز چندین خیلی مشکل داره، خیلی بزرگیم برای خیلی مشکل هم خیلی ایزاست. صحیح، بخیر باشیم، تشکر از شما، تشکر از سوال شما، بخیر باشیم، خدا نگهدارتان. بله، بیننده ما بودم و میخواستن راه حل بهتر و ارتباط موثرتر با خدای خود برقرار کردن از شما بشنوند. انشاءالله جناب استاد پاسخ میدم، خواهر گرامی ما هم بیننده باشن. جناب استاد یک موضوع خیلی کوتاه دیگر هم دنبال میکنیم، میریم کلا سراغ تماس های عزیزان ما، این که ترک نصیحت چی اضرار میتونه داشته باشه. حالا در نصیحت خود ما هدف را هم تعیین کردیم، خاص به خاطر الله نصیحت کردیم، وقت معین زمان معین را انتخاب کردیم، خب معلوم داره که نتایج خیلی خوبی به دست میاریم، اما اگر این نصیحت را ترک کردیم چی نتایج میتونه به دست بیاره؟ طبعا وقتی نصیحت ترک بشه که در حقیقت گفتیم در دین مبین اسلام از جایگاه بسیار والا و بالای برخوردار هست، و ما اندازه ای که ما نصیحت رو در جامعه عام میسازیم و در رابطه به نشر و پخش نصیحت کوشش میکنیم و رعایت میکنیم به شیوه های حکیمانه و به شیوه های درست پیش بریم، این یقین رو داشته باشیم که انشالله امو آثار و نتایج مثبت خود رو میتونه به امرا داشته باشیم و میتونه که خیلی از این نابسامانی ها و چالش ها و مشکلاتی که امروز سر ما به اونها در حقیقت دامنگیر هستیم اینا رو از سر راه ما برداره. ولی ترتیب اگر خدای نکرده نصیحت کردن ترک بشه، واضحه که شما بیایم در نظر بگیریم، اگر یک پدر اولاد خود را نصیحت نکنه، اگر یک امام مسجد در مقتدیای خود را نصیحت نکنه، خدمت شما برد برسونم، اگر یک کلان یک قریه یا بالاخره وکیل یک گذر افراد زیر دست خود را نصیحت نکنه، اونا را متوجه کار کمپریهایشان نسازه، و به همین ترتیب اگر مثلا حکام امر ما، مسئولین امر ما، اونها در قسمت مردم بی توجه باشن، برنامه های رو دست نداشته باشن، و به همین ترتیب اگر رسانه ها که در حقیقت میتونیم بگیم یک نقش بسیار سازنده و نقش بسیار مؤثر در تغییر افکار و اندیشه ها و باورها دارن، اینها در حقیقت امور نقش و رسالت خود در قبال نصیحت جامعه رعایت نکنن، بی ترتیب واضحه که میتونیم بگیم یک بحران انسانی به وجود میاد و مشکلات عدیده ای متوجه ما میسازه. بی ترتیب ما میتونم بگم که اگر به طور خلاصه به عرض شما و بینندگان عزیز برسانم، پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم در رابطه به ترک نصیحت یک مثال بسیار جالب و زیبایی میزنن، و اون مثال اینه که ساکنین یک کشتی پیامبر علیه السلام یک مثال میزنن که کشتی که دو طبق، یک طبق بالا یک طبق پایینه، حالا این مردمی که به پایین هستن به خاطر گرفتن آب میخوان کشتی رو سوراخ بکنن، درست؟ یعنی اقدام به یک کار بد و اقدام به یک عمل بسیار مهلکی مهلکی
کردن که اگر جلو از اینا گرفته نشه هم خود را هلاک میکنن و هم اونهایی که بالاتر هستن اونا را هم میتونه هلاک بسازه. بی ترتیب، یعنی نصیحت همین رقمه. اگر ما خدای نکردن نصیحت و نصیحت کردن و خیر اندیشی ترک کردیم، نه ای که تنها دامن او آدم را میگیره، او آدمی که منحرفه، او آدمی که مرتکب بدیها میشه، فردا احتمال قوی که فردا دامن ما را بگیره. درست وقتی به عنوان مثال در داخل یک جاده، در داخل یک کوچه یک نفر بیجانشین هسته، ما نتونیم جلو از او بگیریم، نتونیم او صحیح نصیحت بکنیم، نتونیم او متوجه بسازیم، آهسته آهسته میتونه فردا دامن چند نفر دیگر هم بگیره، اطفال ما و حتی جوانای دیگر هم بسازه. پس بنابراین میتونیم بگیم که ترک نصیحت مساوی با هلاکت جامعه، ترک نصیحت مساوی با نابودی جامعه. تشکر جناب استاد، ممنون از صحبت‌های زیبای شما در رابطه به نصیحت و خیراندیشی. سوالات و تماس‌های دیگری هم داریم، ان شاءالله وصل می‌کنیم با شما. تماس سلام بر شما بیننده گرامی. علیکم السلام و رحمت الله، تشکر از شما. معرفی داشته باشیم و سوال شما چیست؟ اول از جناب رئیس که همیشه مثلا میگه طول یا چیزی میگه یعنی خط کردن روی علاره یا حرامه؟ ببخشیم خرج چیم پولی؟ مثلا همیشه که برای میری طول یا چیزی میگه یافته شده اینجا داری که کار طولایی که تشکر، سوال شما گرفتیم، ممنون از شما، شب شما بخیر. بخیر باشیم، خدا نگهدارتان. جناب استاد، بینده اول ما که تماس گرفتم در قسمت چگونگی حق طلبی گفتن که حالا من از شخص از من بالای من حق داره، من چگونه از او رضایت رو بگیرم و حق طلبی بکنم؟ ببینیم در قسمت موضوع حق طلبی یک نکته بسیار جالبه که عزیز ما به او اشاره کردن و میتونم بگیم که در جامعه ما این مشکل هم متاسفانه بسیار زیاد هست و خوبه که اگر اینجا اجازه بدین شما یک روشنی یک کتاب مختصر بیاندازم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب من نفسه، و کما قال صلی الله علیه و سلم، روانیه و حلال نیه و جایز نیه که کسی مال برادر مسلمان خودر مگر از روی رضا و رغبت از او بخوره. یعنی تا زمانی که او برادر مسلمان رضا و رغبت نداشته باشه، یک حبه، یک دینار، یک روپیه، یک چند پول افغانی هم که باشه، او به هیچ عنوان جایز نیه که ما به هر نحوی باشه، یا به طریق رشوت باشه، یا به طریق اختلاس باشه، یا به طریق اختطاف باشه، یا به طریق دزدی باشه، به هر طریقی، به هر شکلی که باشه جایز نیست. بنابراین حالا وقتی نفر می کار کرده، حالا پی برده به اشتباه خود و میخواد که جبران بکنه، راه جبرانش چیست؟ ای عزیز ما بسیار اقدام خوب کردن و بنابراین لازم هم هست که در همین دنیا قبل از آخرت ما اقدام بکنیم. چرا؟ اگر ما در این دنیا اقدام نکنیم، او حق برادر مسلمان بالای ما میمونه و نهایتا روز خدای تبارک و تعالی با تمام این موارد رسیدگی میکنه. و حالا این حق چگونه به طلب جناب استاد؟ من میخوام این بگم که اگر صاحب همین پولی که خورده از او، درست به هر شکل پول وردشته یا پول خورده یا بالاخره از او پول از او استفاده کرده و از مال از او استفاده کرده، حالا میخواد جبران بکنه، راه حلش ایست که همون صاحب از او پیدا بکنه، از او حلالیت بطلبه با پرداخت. اگر توانایی رو داره بالاخره پرداخت بکنه، و اگر توانایی نداره نهایتا اون خبر بده که من همینقدر پول همینقدر مال رو از تو گرفتم، و نهایتا امروز اگر من توانایی ندارم، بله ای خوبه که در همه دنیا با برادر مسلمان خود تسوی حساب بکنه، به هر شیوه ممکنه، به هر طریق ممکنه که هسته. چرا؟ اگر این کار نکنه نهایتا ای در حقیقت حق الناس محسوب میشه و خدای تبارک و تعالی در روز قیامت باز در رابطه به حق الناس دیگه نمیگذاره تا باز همونجی با بین بندگان خود محاسبه نکنه. پس من به این عزیز خود توصیه میکنم که از هر دوستی، از هر برادری که پول گرفته، یا فکر کنم که اینا گفتن شاگردی هم تو از ما پول بله هفته گذشته بود که تماس گرفتن، گفتن بله که شاگردی بوده پول برداشت. فرق نمیکنه این قضیه در قبال شاگردشون هم صدق میکنه، در قبال خودشون، در قبال هر کسی دیگه که همین رقم موردی به این شکل به آخر پول خورده، نهایتا برای تسویه حساب همین امروز که وقت هسته و فرصت هسته اقدام بکنه تا نشه که خدای نکرده بروز آخرت که چیزی در اونجا در اختیار ما نیست، باز خداوند متعال با اعمال حساب میکنه. تماس دیگر وصل میکنیم. سلام بر شما. بله سلام علیکم. پس بنا قد شما. سلام بر شما. بله سلام برادر عزیز، خوبه؟ علیکم السلام و رحمت الله، تشکر از شما. بفرمایید سوالی داریم میشنه. ما وضعیت اقتصادی ما خرابه، بدونیم منطقه ما هسته و دو طرف سرماسته،
از ما هم تکرم خطه وزیاد اقتصادی ما خرابه. یک سوال بگیم اینه که از دوماد و دوماد و پدر به خانه باشه دوماد و های دوماد سوال که بگیم اینه که یک خالی داری دیاری و خودی مدر یا دو مقدر این ما جمع بسنیم سر چیزی میکنه از ما رو بزنیم گناه داره. درست، تشکر، سوالات شما رو گرفتیم، ممنون از شما. فقط در قسمت سوال اول شما این که وضعیت اقتصادی شما خراب است، از خانه گروی استفاده میکنیم یا خیر خانه رایگان هست؟ نه خیر، خانه خودم. درست درست، بخیر باشیم. تشکر از خواهر عزیز ما. جناب استاد، خواهر ما گفتند که گفته میشه که اگر کفن خود با آب زمزم بشویم و شستشو بدیم ثواب داره، این حرف صحت داره؟ دلیل شرعی در این رابطه نداره، به خاطر از اگر چون این چیزی پیامبر علیه السلام میفرمودن باز برای مسلمان ها بسیار مشکل تمام میشد. بنابراین بهترین وسیله ای که میتونه ما رو نجات بده اعمال صالح، ما کوشش بکنیم که اعمال صالح داشته باشیم. چرا؟ چون رسیدن به کعبه و به مدینه و خدمت شما برد برسانم با آب زمزم برای همه انسان ها، برای همه مسلمان ها میسر نمیشه. پس بنابراین اعمال صالح میتونه بگیم که قابل دسترس برای همه ما هست و ما میتونیم با اعمال صالح چکار بکنیم؟ همو قبر خود روشن بسازیم و قبر خود فراخ بسازیم. و گفتم که ایرم بازم خدمت خواهر عزیز خود میگم که این اصل شرعی نداره. نداره. تماس دیگر رو اصل میکنیم. سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر از شما برادر گرامی، معرفی داشته باشیم و سوال شما چیست؟ جلاد محمدی از جلنما جان، خیلی خوش آمدیم، بفرمایید سوال شما رو میشنوید. سوال اول این است که یک تست بیخور اگر سال زن دیگر دیستی که سیر نبسید درسته؟ شیر هم میکرد. خب حالا این زن بیوه شیر داشته یا خیر؟ به 50 افغانی خریده و به 100 افغانی به رضایت مشتری میفروشه، درسته؟ حالا اگه بخوام مثلا من جنس که تون از جنس که دارد اینجا که صد از این فایده نخوره صحیح، درست، تشکر. در قسمت سوال اول شما، ای زن بیوه پستان از او شیر داشته یا خیر؟ نه یک سوال اول یه روزی که اگر شیر از یک زن بیگه است یک زن صحیح. تشکر، سوال شما گرفتیم. درست، صحیح. تشکر، بخیر باشیم، شب شما خوش. تشکر از شما، سلام. خدا نگهدارتون، سلام علیکم. جناب استاد، خواهر ما در قسمت ارسال سلام هم سوال داشتن، اینکه داخل موبایل ها و یا هم تلفن ها امروز زیاد گفته میشه سلام هم برسانیم، این سلام اگر رسانده نشه چه حکمی میتونه داشته باشه؟ چون خود جواب سلام هم یک واجب هسته. بله بله. خب همینه که وقتی یک کسی مر وصیت میکنه و مر مکلف و ملزم به یک کار میکنه، ما انمو وصیت از زور چکار بکنیم؟ برسانیم. بله بله، این کار بسیار نیکیه، کار بسیار خوبیه. برای حال اگر که این نرسون در حقیقت یک دینه و گردن از او هسته که باید همو دین از او بده. پس باید متوجه این موضوع باشن همه. بله بله بله. و این حتما من در نظر داشته باشن. تماس رو وصل میکنید. سلام بر شما بیننده گرامی. بله، سلام علیکم. خب متاسفانه که تماس بیننده ما قطع شد، نشه که باز مجددا تماس بگیرم و سوالی که دارم با ما در میان بگذارم. جناب استاد، خواهر ما از مشکلات زیاد و از درد و رنج های زندگی زیاد در حقیقت رنج میبرم و میگم با آن که من با خدا ارتباط زیاده دارم، ذکر الله رو زیاد میکنم، بازم مشکلات زیاد سر راه من هست. شما چی راهنمایی داریم در این قسمت برای خواهر؟ من برای از این خواهر خودی توصیه دارم که ناامید نشن. چرا؟ چون دار دنیا دار امتحان است، دار امتحان است و خداوند متعال صریحا میفرمایه که ما شما رو به وسیله خیر و شر مورد امتحان و ابتلا قرار میدیم. حالا شرط نیه که وقتی انسان ملتزم به مسائل دینی و اخلاقی باشه و مسائل دینی و اخلاقی در زندگی خود رعایت میکنه و رعایت بکنه، بعد دچار مصیبت و دچار غم نشه. چه بسا ما داشتیم
انبیا و اولیاء الله الهی و علمای ربانی که و بزرگان دین رو داریم که مملو زندگیش مملو از غم‌ها، مملو از رنج‌ها و مملو از پریشانی‌ها بوده. من خدمت از این خواهر عزیز خود ایر به عرض می‌رسانم که کوشش بکنن استقامت بکنن، کوشش کنن که خدای نکرده اسیر وسوسه‌ها و تشویش های شیطانی نشن، که خدای نکرده باز راه خود را عوض بکنن. بنابراین اگر دعا کردن، طبعا فرمودن که دعا میکنم، دعا من خداوند در مطال قبول نمیکنه. چرا؟ نه، چون انسان مؤمن و مسلمان وقتی دعا میکنه خدای تبارک و تعالی یکی از ایشان چند کار برای از او انجام میده، یا یک دعای از او مورد اجابت خود قرار میده در می دنیا، یا یک خدای تبارک و تعالی این دعای از او در آخرت برش ذخیره میکنه و به عنوان انمو باقیات و صالحات خدای تبارک و تعالی برش نگه میداره. پس بنابراین من برای خواهر عزیز خود توصیه میکنم که استقامت داشته باشن، خود را از دست ندن، پیش نداشته باشن. خدای تبارک و تعالی مهربان و بزرگه و نهایتاً احتمال داره که روزی این غم‌ها و این رنج‌ها و این پریشانی‌ها به پایان برسه. حالا ولو که در این دنیا هم نرسه، ما الحمدلله به عنوان یک مسلمان عقیده و باور داریم به زندگی بعد از مرگ، زندگی و دنیای بالاتر و برتر و بهتر از این دنیای امروزی که از ما و پیامبر در حدیث میفرمایند جناب استاد که اگر کدام مشکل به یک شخص برسه و در قسمت از او صبر بکنه، خداوند در حقیقت به مو هم به رز ثواب میده. ثواب میده و هر مصیبتی که در زندگی انسان میرسه، ولو یک خار به پای انسان میخله، خدای تبارک و تعالی در مقابل همو خار ثواب برای انسان میده و وسیله برای کفاره گناهان انسان قرار میده. قرار میده. تماس رو واسه میکنیم. سلام بر شما. بفرماییم. تشکر از شما برادر گرامی. بلندتر صحبت کنیم. نام شما چیست و سوال شما؟ نسیرام جان خوش آمدیم، بفرماییم. نماز صبح با فاصله دور میریم، درسته؟ بله. یه اگه چیز دیگه هست، خانم رامیه گفتم، چی دیگه هم؟ قرآنیه نیه همه گفتم. سوال دوم شما؟ نام سامیه هم داره. سامیه هم چه کنه گفتم؟ قرآنیه نام دیگه هم. سامیه، درسته. تشکر از شما، بخیر باشی. خدا نگهدارتان، سلام علیکم. جناب استاد، برادر ما تماس گرفته بودند، گفتن که اگر کدام پول یافته شده مصرف برسانه حکمش چیست؟ در قدم اول در رابطه به لقطه و اشیایی که یافت میشه، خوب همینه که ما در تا حد امکان به جستجوی صاحب از او بشیم، اخلاقا و دیانتا. یعنی این مکلفیت داریم که تا اندازه که توانایی داریم امکانات داریم به جستجوی صاحب از او بشیم و ایر به صاحب از او برسانیم که مو مستحق صاحب از او میباشه. در صورتی که برای ما ممکن و مقدور نباشه، خب همینه که ما امی پولر به او جهت مستحق از او برسانیم، جهت مستحق. ولی اگر خود ما مستحق بودیم، یعنی به معنای واقعیت مستحق بودیم که استفاده کردیم، ان شاء الله خدای تبارک و تعالی او ثواب برای صاحب از او هم میرسونه. تو در صورتی که خود ما مستحق از نبودیم، کوشش بکنیم که به یک مستحق برسانیم، صدقه بکنیم و به عنوان یک صدقه ان شاء الله که به صاحب از او میرسه. تشکر جناب استاد. سلام بر شما بیننده گرامی. علیکم السلام و رحمت الله. صدای تلویزیون خود پایین داشته باشیم و سوال خود هم میگم، یعنی که راست میگم خدای پاک در دوران گردش خود میگه خدای درسته. تشکر، ممنون از شما، شب شما خوش. خدا نگهدار. سوال خواهر خود هم گرفتم، ان شاء الله جناب استاد پاسخ میدن. جناب استاد، در قسمت این که داماد پدر در خانواده باشه و بوده باشه، از او در خانواده باشه و یا هم رفت آمد از او در خانه باشه، جواز عدم روپوشی در خانه هست برای از این خواهران دیگه؟ به هر حال باید که از اون رو بگیرن، چون داماد پدر که هسته خوب دوره و محرم نمی باشه، بنابراین مکلفیت دارن که از او رو بگیرن. بله. و تماسی دیگر رو وصل میکنیم. سلام بر شما. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم، شب شما بخیر. آقا گل هستم از کلاب، آقا گل جان خوش آمدیم برنامه، بفرمایید سوالی داریم میشنیم از شما. آماله سید همی قرآن شریف مسترجم و داخل افریقی رسمی هست، درسته؟
حمید میشه خیلی خوب توصیل خونه یا وقتی که خوب میشیم براتاری به کاری کم میکنیم سراوات با ترجمه آیا کدام مشکلی که نداره؟ درسته درسته صحیح تشکر. سوال دیگر اگر داشته باشیم؟ بله سوال دیگر اگر داشته باشیم؟ تشکر امیر بسیم از شما بخصو که درسته سه تشکر. سوال شما گرفتیم درست سه. ممنون از شما و شب شما خوش. خدا نگهدارتان. بخیر باشین. خدا نگهدارتان. آقا گل جان بودم و از اول سوالی کروخ به تماس شده بودم. خب جناب استاد برادر ما جلیلنامه جان سوالی داشتن، گفتن که اگر کودکی از پستان زن بیوه بمکه، زنی که از مدت شیردهی هنوز هم تیر شده، بله بله. پنج سال گذشته، پنج سال میشه در حقیقت بیوه هسته، این های همون موضوع رضاعت به وجود میایه؟ خیر، در صورت ثابت میشه که شیر به پستان موجود باشه، در صورت که شیر به پستان موجود نباشه شیر خارجی ثابت نمیشه. نمیشه. تماس رو وصل میکنین. سلام بر شما. بله سلام علیکم بینده گرامی. بله تشکر از شما. بفرمایید سوالی داریم میشنویم. متاسفانه که برادر ما متوجه وصل تماس خود نشدن. خب عزیزانی که تماس میگیریم کوشش کنیم سوالی هم که داریم در میان بگذاریم و متوجه تماس های خود هم باشیم. تماسی گرم وصل میکن. سلام بر شما. تشکر از شما. بفرمایید سوالی داریم میشنویم خواهر گرامی. دوباره تکرار کنید سوال خوده. یعنی سرای ما شیشتری درست درسته. تشکر بخیر باشه. خانه نگهدارتان. سلام علیکم. خب جناب استاد میریم سراغ تماس سوال دیگر که جلنامه جان داشتن. این بود که اگر شخص مال خریده و 50% در حقیقت فایده با رضایت مشتری از خود از او میگیره، این جواز هست و از نگاه فقه تا چند درصد میتونیم ما فایده برداریم؟ خب این جواز داره، منتها یک موضوعی که هست حق انصافه دیگه، نه باید که به گونه فایده ما بخوریم که خدای نکرده حق انصاف نباشه. نه دیگه از لحاظ دیدگاه فقهی که چقدر یعنی میتونه انسان فایده بخوره فکر نکنم که یکی عدد مشخصی در حقیقت قانون ما فکر کنم جناب استاد 15% من در رابطه با خود قانون ندارم. بله میتونه که اگر 15% در این قسمت تعیین نموده، قانون اگر تعیین نموده باشه شاید همو هم خودش اعتبار داره، ولی در رابطه به موضوع خود شریعت اسلام که یک جای عدد تعیین کرده باشه که از این عدد، چون به خاطر که اجناس متفاوت هست، زحمت ها متفاوته، به این خاطر چیزی که قاعده ای که هسته اینه که ترک انصاف نشه، یعنی این رقم نباشه که باز ما بیایم خدای نکرده به بهانه از اینکه چون حلال هسته، چون جایز هسته، چون نفر راضی هسته، هر رقم که دل ما خواسته باشه باز به اینچه کار بکنیم، ما اقدام بکنیم این کار کار درست اخلاقا نمیباشه. تماس دیگر هم وصل میکنیم. سلام بر شما. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرماییم سوال داریم میشنیم از شما. عکسشون باشه درسته؟ درسته. صحیح. تشکر بخیر باشین. من دو سوال خواهر خود گرفته بودم گذاشتم با اخیر سوالات، گفتم چون بنابراین لیست که داریم اینا رو در اخیر مطرح کنیم. خب انشالله اینا رو مطرح میکنیم، انشالله خواهر ما هم بیننده باشن و آخرین تماس رو هم وصل میکنم. سلام بر شما. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرماییم برادر گرامی سوالی داریم میشنیم از شما. ببخشیم یک کم بلندتر صحبت کنیم چون ما صدای شما رو نداریم. یک کم بلندتر صحبت کنیم، یک موقعیت نیکتری داشته باشیم. آه، ادامه این سوال دیگه
بفرمایید میشنیم از شما. به خانه میریم بابت چی موضوعی؟ تشکر از شما، بخیر باشین، شب شما خوش. تشکر، امیدوارم که جناب استاد پاسخ سوال گرفته باشین. من که نتونستم بگیرم. خب جناب استاد بریم سراغ تماس های عزیزانمون که تماس گرفتم، انشالله که نمانه تماس های عزیزان. هم برادر ما نسیرم جان تماس گرفتن، گفتن که نام سامعه اشکال نداره درسته، و همچنان گفتن نماز صبح هر به فاصله دور میرم و اونجا اقامه میکنم، چقدر میتونم ثواب داشته باشه این کارمه؟ بهترین نمازی که انسان میخونه و او رو ادا میکنه همان نمازی که در اون مسجد محل خود ادا میکنه. درست. اینکه ما خود رو ملزم و مکلف کنیم به بهانه ای از اینکه من میرم جای دورتر نماز میخونم ثواب داره، چون این چیزی در شریعت نیست و در کتابهای حدیث هم چنین چیزی نیامده و ما اینطور موردی نداریم که پیامبر علیه السلام این رقم یک توصیه کرده باشن. بنابراین به این بهانه نباید ما این اقدام را بکنیم که ما جای دورتر میرم نماز ثواب داره، در حالی که ما مسجد خود را میگذاریم که در حقیقت اما در اولویت اوست که ما باید به مسجد خود بریم. و خواهرم متواصل گفتن که این حرفی که گفته میشه خداوند مشکلات به دوستان خود عرضه میکنه، در حقیقت دوستان خود به مشکلات میاندازه، این حقیقت داره و یک چیز میتونیم بگیم صحت خداوند متعال در دنیا در دو رنج هم برای مؤمن میده هم برای کافر میده، غم ها و مصیبت ها هم برای مؤمن میده هم برای کافر، در حقیقت درد ها و مصیبت ها مصیبت با تفاوت امتحان نباشه، همه امتحان هست با تفاوت که خدای تبارک و تعالی برای کافر و برای منافق و برای او کسی که بدکاره از وقت درد و مصیبت میده میخواد که او متوجه انمو بدکاری هایش بسازه تا اینکه دست از این بدکاری های خود برداره، و برای مؤمن به خاطر علو و درجاتش و به خاطر بالا بردن مقامش، بله اگر غم مصیبت رنج میده گفتم که هم سبب کفاره گناهانش میشه و هم سبب بالا رفتن درجه انسان در نزد الله متعال میشه. از دنیا سجن المؤمن و جنت. جناب استاد چند سوال دیگر هم داریم که کوتاه میشنیم از شما، اینکه عکس پدر و یا هم داماد در خانه باشه که در او خانه نماز خوانده میشه، عکس هر کس میخواد باشه، پدر مشکل داماد داره. هر کس که میخواد باشه مشکل داره، بودن عکس در خانه سبب کراهیت نماز میشه. و برادر ما آقا گل جان تماس گرفتن گفتن که قرآن رو با ترجمه، در حقیقت لالایی برای کودکان خود قرار دادیم و وقت خواب او را ما پلی میکنیم و در حال جریان هست تا به صبح، اشکال داره این کار یا خیر؟ هیچ اشکال نداره انشالله که میتونه مؤثر باشه، از لحاظ روی روانی تاثیرات خودرم داره انشالله. خواهرم گفتن که خانه گرویر استفاده میکنیم، حکمش چیست؟ در رابطه به موضوع گیراوی بارها عزیزان ما سوال ها کردن و ما گفتم که مسئله گیراوی همین رقم گپی هستن، یک بار دیگه هم تشریح میدم که از شیء گیراوی و از جنس گیراوی و از کالایی که ما گیراوی میکنیم حق استفاده نداریم، منتها آنچه که امروز مروج هست در جامعه ما موضوع امو به وفا می باشه که او باز حکم خود داره، تعریف خود داره و شرایط خود داره که مروج هست دیگه. تشکر از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردین در برنامه امشب ما، و تشکر از شما عزیزان که تا آخر برنامه ما را همراه بودین. این بود داشتن این برنامه که خدمت شما عزیزان به نشر رسید، امیدی است که از داشته‌ها استفاده نموده باشیم و در زندگی خیش تطبیق نماییم. تا برنامه دیگر که بنده معروف مبتهل مهمان خانه‌های شما عزیزان میشم، شما را به الله پاک میسپارم، الله یار و نگهدار.